اتاق گرم خدمت بینندگان عزیز تلویزیون اندیشه در هر کجای جهان که صدای ما را میشنوند. من حسین مهری هستم و برنامه در امتداد هفته را اجرا میکنم به کارگردانی آقای بهروز مشکینیار. در این برنامه مطابق معمول در خدمت آقای دکتر عباس میلانی هستیم. آقای دکتر سلام بر شما. به شما و به همه بینندگان عزیزتون در اقصا نقاط ایران موسع. خیلی ممنون دکتر. بفرمایید آقای دکتر، از دانشگاهتون چه خبر؟ استنفورد، دانشگاه استنفورد. برنامه های این ترممون آغاز شده. یک برنامه همین 10 روز پیش داشتیم که قبلا در موردش صحبت کردم. خانم دکتر کمالی از هاروارد اومده بودن در مورد ریشه های اندیشه های زرتشتی و نحوه تحولش به فکر تاریخی بعد از آمدن اسلام به ایران صحبت کردن. ولی یه برنامه ای که در 26 فوریه داریم، یعنی در واقع 2:30 27 فوریه ساعت 7:30 ما در استنفورد، حتما میدونید یه برنامه الان در سال دومش هستیم به اسم فستیوال هنرهای ایرانی استنفورد، درش نمایش‌های مختلف، فیلم، شعرخونی داشتیم و در این روز فوریه 27 از آقای رحمانی نژاد خواهش کردیم که یه نمایش جدیدی که نوشتن و در واقع برای اجرا در این فستیوال نوشتن و کارگردانیش خودشون به عهده دارن، بازی هم خودشون خواهند کرد، نمایشی به اسم از قبر تا گور. همونطوری که می‌بینید این پوستر بسیار زیبا رو هم یکی از همکاران ما خانم نسرین متین نصرالدین‌ها تهیه کردن که پوسترهای ما رو در یکی دو سال اخیر ایشون تهیه می‌کنن و واقعا به غایت زیبا کار می‌کنن. این نمایش در مورد در واقع روزهای آخر زندگی شاعر معروف آقای مختاری است که در قطعه‌های زنجیره‌ای به دست اجامر و اوباش رژیم کشته شد و این تلاشی است برای بازآفرینی روزهای آخر زندگیش. من فقط استدعایی که دارم از دوستانی که فکر میکنن دلشون میخواد این نمایش رو ببینن، توصیه میکنم که زودتر بلیط تهیه کنن. سالن نسبتاً کوچیکی است، خود آقای رحمانی نژاد خواستن سالن از یه حدی بزرگتر نباشه، برای اینکه یک بازیگر داره و خود ایشون هستن در صحنه و یک اجرا هم بیشتر نداره. البته ما نوار خواهیم گرفت و اون نوار رو در سایت خواهیم گذاشت، ولی اگر دوستان مایلن بلیط تهیه بکنن باید هر چه زودتر به سایت استنفورد، تیکت آفیس استنفورد که در همون پوستری که لطف کردن کارگردان عزیز شما گذاشتن و به اونجا مراجعه بکنن یا به اون تلفن زنگ بزنن 650-725-2787. نمایشی است از آقای رحمانی نژاد که هر حال از کارگردانهای معروف سالهای قبل از انقلاب بودن، سالها در زندان بودن و یه سنت تئاتری بسیار مهمی رو در ایران نمایندگی میکردن و در قربت هم نمایندگی کردن و با این کار در همون سنت بسیار مهم ادامهش خواهند داد. آیا که روز 27 فوریه ساعت 7:30 ساعت 27 روز 27 فوریه ساعت 7:30 دوباره چون ضرورت های فرمیش رو آقای رحمانی نژاد به ما گفتن، ما دیدیم که با اون سالونی که میخوان، اندازه اون سالن و نوع صحنه و نور پردازی که میخوان، ما ناچار شدیم یک سالن رو در سان فرانسیسکو اجاره کردیم. گرچه سالن در سان فرانسیسکو است، به اون سایت مراجعه بکنن همه جزئیات هست، ولی برنامه استنفورد. ممنونم آقای دکتر. یک سوالی کردن آقای رضا بهشتی، ایمیلشون فرستادن برای من، اگه موافق باشیم براتون بخونم. شما صاحب خونه هستین قربان، ما
اون مسئله معروف ایرانی ها رو تکرار اختیار دارید آقای دکتر. میدونن دیگه ما همون هستیم که همه هستن در منزل صاحب خونه. سلام آقای مهری، بی تعارف بگم من به خودم میبالم که با برنامه شما آشنا شدم و شما بابت این آگاهی بخشی و معرفی استاد برجسته‌ای به نام آقای میلانی که البته بنده معرف نبودم، بابت معرفی استاد برجسته‌ای به نام آقای میلانی به ایرانیان به گردن تک تک ما حق دارید. امیدوارم بتوانم با معرفی شبکه و برنامه شما دینی که به گردنم هست ادا کنم انشاءالله. اما درباره آقای میلانی باید بگم به گرما و حس عجیبی ببخشید یک گرما و حس عجیبی در کلامشون هست و با تمام دانشی که دارند انقدر ساده و بی تکبر رفتار میکنند که باعث میشه برای زیارت روی ماهش و شنیدن کلام روحانیش لحظه شماری کنم. ما عادت کردیم کسانی که میخوان چیزی یادمون بدن به حالت عصا قورت داده و خیلی عبوس جلومون ظاهر بشن، ولی آقای میلانی با خنده های ریز و گاه بلندشون و چهره همیشه بشاششون هر بیننده ای رو جلوی تلویزیون میخکوب میکنه. ایشون با شادی ما شاد و با خبرهای بد گره به ابرو میاندازن و صداشون با غم همراه میشه. امیدوارم همیشه سرزنده، پر انرژی و استوار باشند و خاری در چشم دشمنان این مرز و بوم انشاءالله. سوالم از ایشون اینه که خیلی از آگاهان با توجه به بیماری رهبر، رابطه ایران و آمریکا، احتمال کنار رفتن بشار اسد و از دست دادن سوریه توسط جمهوری اسلامی و به طبع عدم دسترسی آسان به حزب الله لبنان، افت شدید قیمت نفت که مانع بزرگی برای یکتازی های رژیم میشه، ناآرامی های داخلی در برابر فساد و زیاده خواهی های رژیم، و اینکه اگر برخلاف سیر تاریخ آمریکا و روی کار آمدن یک دموکرات دیگر مثل هیلری کلینتون امکان بازگشایی سفارت های دو کشور دور از انتظار نیست، یه پروسه 5 ساله برای برچیده شدن رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی آنچه گفتم مطرح نمی کند. آیا آقای میلانی نشانه های این آرزوی همه ایرانیان آزاداندیش رو با توجه به تسلطشون به مسائل گذشته و حال ایران و جهان اطراف مشاهده می کنند؟ اگر جوابشون مثبته چه راهکار یا اعمالی باعث تسریع این رخدار می شود؟ با تشکر. آقای دکتر ببخشید طولانی بود. نه خیر، من اولا خیلی شرمنده هستم از این لطفی که در حق من کردن. من واقعا شایستش نیستم. عرق شرم بر پیشانی من هست. اگر برنامه دیگری قرار بود بعد از اینجا برم، باید برم لباسم رو عوض کنم برای اینکه تمام تنم عرق کرد. واقعا میگم من خیلی خجالت میکشم از این نوع لطفایی که دوستان دارن و خیلی هم متشکرم از آقای مهری برای اینکه همونطوری که این نویسنده این نامه پرمهر ذکر کردن، به هر حال الان من یه 15 سالی است که تقریبا هفته یک بار در خدمت شما بودم. خواهش. شما بسیار بسیار آموختم و شما حالا نه واقعا بدون لباسای من باید خیس بشه. شما یعنی اون جلسه ای که ما در مورد شما در بنیاد پارس برگزار کردیم، اونجا من این رو یادآوری کردم که واقعا برای من وجود شخصی مثل شما با همه کارهای عظیمی که در روزنامه نگاری ایران کردید و به رغم همه اونها با چه فروتنی این برنامه ها رو اجرا میکنید بسیار محترم بوده و بنده خیلی
در کنار شما و در مکتب شما یاد گرفتم و خیلی ازتون متشکرم. به هر حال از این دوست عزیزم هم خیلی خیلی متشکرم. من اتفاقا در همین هفته پیش، خواهش میکنم، من هفته پیش توی یک روزنامه نیویورک تایمز یه قسمتی داره به اسم جا یا مکانی برای بحث، room for debate، اتاقی برای بحث، و اینها هر هفته یکی دو تا معضل رو میگیرن و 6 نفر رو از متخصصینی که به نظرشون میاد حرفایی در این مورد دارن و تفاوتی در حرفشون هست دعوت میکنن در مورد اون مسئله مقاله بنویسن. مقاله هم باید خیلی مختصر باشه. این دفعه سوالشون این بود که آیا بعد از برجام ایران کماکان خطر هست یا نه، باید یه خطر شناخته بشه یا نه. من جوابی که اونجا دادم فکر میکنم جوابی است که به این دوست عزیزم باید بدم. به نظر من معلوم نیست که در دعوایی که در ایران هست، و به گمان من دعوای بسیار جدی است، یه طرفش مردم ایران هستن و برخی از عناصر درون رژیم هستن که دارن سعی میکنن خودشون رو به مردم نزدیک بکنن، یه طرفش بخشی از سپاه، بخشی مهمی از سپاه، بخشی از بسیج، بخشی از لباس شخصی است، بیت آقای خامنه ای است و بخشی از عقب افتاده ترین روحانیون که هیچ مفهومی از دموکراسی رو به رغم تلاش صد و چند ساله مردم ایران و به رغم تلاش صد و چند ساله بسیاری از روحانیون تشیع از دموکراسی نمیپذیرند. انگار نه انگار شما وقتی که بعضی نوشته های آقای مصباح رو میخونید یا نوشته های بعضی از طرفداران جنتی، خب جنتی که بحث فلسفی نمیکنه، اون زور سیاسی داره، ولی آقای مصباح خودش رو فیلسوف میدونه و فیلسوف هم هست، مطالبش مطالب جدیه، آدم کتاب خونده ایه. وقتی که میخونی میبینی انگار نه انگار که 100 سال پیش افقه فقهای تشیع در اون زمان، یعنی آقای نائینی، آیت الله نائینی، کتابی نوشته و سعی کرده دموکراسی رو با تشیع آشتی بده. ایشون و طرفدارانشون، اونهایی که میگن ولایت فقیه رو باید کشف کرد و مطلق دنبالش کرد، انگار نه انگار از این مسئله بویی بردن. اونها به نظر من اگر دست بالا پیدا کنن، خب میبینیم کماکان آتش افروزی میکنن، یه روز موشک میپرونن روی کشتی آمریکا، یه روز عکس از زیر آب ادعا میکنن که خیلی حالا مثل این که کشف مهم میکردن که یه زیر دریایی فرستادن، از یه کشتی آمریکایی عکس گرفتن. اگر کشتی آمریکایی اونو به عنوان خطر تلقی میکرد و شما رو میزد، اون وقت بهای اون بحران رو کی میداد؟ یعنی یه عده واضحه که در مقابل این اکثریت مردم ایران وایستادن. اگر اکثریت مردم ایران این دعوا رو ببرن، و بدون شک مسئله آقای خامنه‌ای مسئله جدی است، برای اینکه بعضی از نزدیکترین روحانیون ایشون هم صحبت از این میکنن که باید مجلس خبرگان کمیته تشکیل داده، در پی یافتن جانشین هایی هستن، اگر اون اکثریت بتونه به نوعی حرفش رو پیش ببره، اون برنامه 5 ساله‌ای که ایشون گفتن به نظر من حتما متحقق میشه. ولی من تردید ندارم که این اکثریت این نبرد رو میبره، یعنی این اقلیتی که میخواد با زور، با لباس شخصی، با مفاهیم بسیار متحجر در مورد حق مردم، یعنی حق ناس فقط حقایی است که اونها به مردم میدن، مردم حقی ندارن، مردم حق انتخاب ندارن، این اقلیت آینده ایران از آن اونها نیست، آینده ایران از آن نسل جوانه، آینده ایران از آن زنان ایرانی است، نویسنده های ایرانی است، کارگردانان ایرانی است، بازیگرای ایرانی است که هر روز واقعا افتخار می آفرینند، ناشرین ایرانی است، زنای ناشر ایرانی است، همه این آدم میبینه اون جامعه داره یه جایی میره که اینها نه زورشون میرسه نه توانشو دارن که پسش بگیرن. به همین خاطر من فکر می‌کنم هر کسی اوضاع منطقه رو ببینه، میبینه که ایران یه بازیگر مهم آینده خواهد بود، ولی نه ایرانی که دائم در فکر مثلا حفظ اسد به هر قیمتی است. من فکر می‌کنم روس‌ها متوجه شدن، من فکر می‌کنم بعضیا در ایران متوجه شدن که اسد رو دیگه نمیشه نگه داشت، اسدی که 6.5 میلیون مردم ایران در اونجا آواره هستن. همین امروز در دانشگاه استنفورد یه سمیناری هست در مورد اینکه
چجوری این چندین صد هزار جوان و کودک سوری رو که از محلشون رونده شدن بهشون سواد آموخت. اینا رو کی میخواد تحصیل بهشون سواد بده؟ الان از طرف آمریکا، دولت آمریکا اومدن اینجا در سیلیکون ولی ببینن یه راهی برای حفظ حداقل مدارس برای اینا هست. خب تو این شرایط واضحه که اسد رو خود روسا میدونن. به نظر من مسئله فقط اینه که روسا یه مقداری دارن میکوبن برای اینکه موضع مذاکرهشون قوی بشه، منافع خودشون تقویت بشه، اون بندر تأسیسشون رو بتونن نگه دارن. ولی به نظر من این شیطنت ها هر روز تحریک آمریکایی کردن، آمریکا رو کردن، عکس گرفتن با اون گروهی که سربازای آمریکایی رو گرفتن، اینها راه به جایی نمیبره متاسفانه. خیلی ممنون آقای دکتر. خوشبختانه. خبری رو میخوام براتون بخونم آقای دکتر که همواره در ذهن شما نقش یک تراژدی آزارنده رو داشته. نوشته است سایت انتخاب خبر که شاپور کرمی رئیس پنل تجربیات موفق و چالش‌های تولید و تجاری سازی محصولات دانش بنیاد در اولین کنگره ملی علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیان اعلام کرد سالانه بیش از 60 میلیارد دلار بابت مهاجرت نخبگان مغزها به کشور ایران زیان وارد میکند که این رقم معادل 15% از کل تولید ناخالص داخلی است. بر اساس یک مطالعه انجام شده از سوی سازمان ملل، ایران رتبه نخست را در فرار مغزها در دنیا دارد و سالانه 180 هزار متخصص در این قالب از کشور مهاجرت می کنند که مهمترین علت آن سوء مدیریت در استفاده از نخبگان کشور است. به گزارش سایت انتخاب خبر، شاپور کرمی با اشاره به اینکه میزان تولید ناخالص ملی کشور سالانه معادل 368 میلیارد دلار است، تصریح کرد خروج سالانه بیش از 60 میلیارد دلار 60 میلیارد دلاری نخبگان با وجود جمعیت جوان تحصیل کرده، منابع طبیعی و موقعیت سوق الجیشی مناسب کشور ناشی از ضعف مؤلفه مدیریت منابع انسانی است که با وجود مزیت‌های فوق فرصت‌ها به تهدید تبدیل شده. آقای دکتر طولانی بود، ببخشید. نظر من یه فاجعه یه خودشون دارم میگن. بله ببینید، چند سال پیش یکی از هیئت‌های وابسته به خود مجلس جمهوری اسلامی، مجلسی که از 1001 صافی اینها گذشته، در یه مطالعه نوشته بود که صدمه ای که فرار مغزا، اون تازه اون زمانه، مثلا شاید 8-9 سال پیش، تاریخ دقیقش الان یادم نیست، نوشته بود فرار مغزها صدمه‌ای که به اقتصاد ایران زده بالاتر از جنگ ایران و عراقه، جنگ 8 ساله ایران و عراقه. و این تازه این 60 میلیارد تعداد مقدار خرجی است که ایران کرده برای تربیت این افرادی که دارن فرار میکنن. بهای دیگه هم داره، بهای اینکه اینا میان در آمریکا مثلا یا در اروپا تبدیل به عناصر موفق میشن، به جای اینکه در ایران مالیات بدن در اینجا مالیات میدن، اون مالیات تبدیل به سرمایه برای تربیت نسل جوانتر میشه، در اون طرف هی دولت از بودجه آموزشی داره میزنه، هر روز فشار بیشتر آموزش و دانشگاهی رو داره میاره رو بخش خصوصی،
مال خداشون نه، مال خداشون همه مجانی میرن، مال فرزندان آقایون و فرزندان بسیج مجانی میرن، مدارس خودشون هم دارن، ولی قاطبه مردم ایران هر روز میبینیم که فشار اقتصادی روشون زیاد داره میشه، بخش مهمتری رو باید بدن، فقر بیشتر آموزشی هست. من بعضی از بچه هایی که از ایران میان باشون صحبت میکنم، از بعضی کلاس ها، از تعداد ساعتی که استادا سر کلاس نمیان، از ساعت کلاس 3 ساعته که مثلا نیم ساعت بعد درش استاد بیشتر وقت صرف نمیکنه. یعنی ابعاد فاجعه واقعا غم انگیزه. و ببینید رژیم جمهوری اسلامی هم از محدود رژیم های و تا اونجا که من میدونم شاید تنها رژیم مستبدی است که با خروج مغزها همیشه خیلی موافق بوده. فکرشون این بوده که خب اینا اگر نرن، اون نخاله هایی که اینا آوردن سر کار و گذاشتن در دوران احمدی نژاد که نمیتونستن مدیر مثلا نفت، صنعت نفت ایران رو بدن یه نفری که هر رو از بر تشخیص نمیده، یه نفری که یه تعویض و روغن در یه شهر کوچیک داشته، بیان صنعت نفت ایران رو بدن دست اون، اونم بیاد بچاپه، چه مستقیم و بچاپه به طریق به لحاظ نادانی. بهای اینا رو متاسفانه مردم ایران میدن. من واقعا سر تعظیم فرود میارم به اونهایی که تصمیم میگیرن کماکان بمونن و تصمیم میگیرن به رغم این فشارها سعی بکنن بمونن و بجنگن و مملکت رو به نوعی نجات بدن، ولی هر روز ابعاد این مهاجرت وسیع‌تر میشه. ولی خوشبختانه عرق ملی، به نظر من عرق ملی در این ایرانیانی که در مهاجرت هستن اونقدر هست که اینها رو تبدیل به مهاجرین صرف نکنه، بلکه تبدیل به مهاجرین کماکان دلبسته به ایران بکنه. یعنی اون چه که در انگلیسی بهش دایاسپورا میگن، ایرانی ها دیگه اینجا فقط مهاجر نیستن، ایران الان در خارج یه دایاسپورا داره، یعنی یه جامعه مهاجر وسیع که کماکان دلش برای ایران میسوزه، کماکان در مورد ایران خواب میبینه، کماکان سعی میکنه زبان فارسی رو حفظ بکنه. ببینید الان در همین چند سال اخیر چند نفر از این جوانهای نسل جوان ایرانیایی که آمدن اینجا و موفق شدن، مراکزی در دانشگاه های آمریکا درست کردن، از همین استنفورد بگیرید تا یو سی ایروین بگیرید تا پرینستون بگیرید تا بریتیش کولومبیا تا اوکلاهوما، اینا چیزایی که همین در چند سال اخیر ایجاد شده، همش هم جوانهای ایرانی هستن که اومدن اینجا پولدار شدن، ولی کماکان دلبسته به ایران هستن. و این برای اون گذار به ایران دموکراتیک آینده که به نظر من حتما در افق هست، یه نقش کمکی خیلی موثر میتونه داشته باشه. خیلی ممنون ازتون آقای دکتر میلانی. تازه ترین نتایج نظرسنجی مؤسسه آیپز، درست میگم آیپز نشان میدهد که مردم ایران معتقدند فساد در کشور ایران گسترش یافته و بانک ها، دادگاه ها، شهرداری ها فاسدترین نهادها در جمهوری اسلامی هستند. 77% شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفتند بانک ها را به مقدار خیلی زیاد تا حد گمان ناپذیری فاسد می دانند. این آمار من خوندم و واقعا آمار شگفت‌انگیزی است، ولی قبل از اون هم چندین نفر از اقتصاددانهای ایران و چندین نفر از کسانی که در دولت خود آقای روحانی کار میکنن از این فساد شگفت‌انگیز بانک ها یاد کردن و اینکه بانک ها واقعا در آستانه ورشکستگی هستن. یعنی فقط به زور سپاه و به زور وزارت اطلاعات و به زور تهدیده که بسیاری از این بانک ها
کاملا ورشکسته نشدن. وقتی که ملت میان دوباره، شما برگردید گزارش چند سال پیش آقای پالیزراد رو بخونید، از اون زمان همه عوامل نشون میده که اون فساد بدتر شده. خود آقایون وقتی که با هم دعوا میکنن، دزدی های همو رو میکنن، آدم میفهمه که هر چی که پالیزراد گفته الان بدتر شده. او میگه که میان آقازاده ها یا خود آقایون، اسامیشون هم میاره، میان یه شرکتی رو مثلا میخوان خصوصی میشه، قیمتش بایستی 500 میلیون باشه، اینا گاوبندی میکنن قیمت رو میارن به 100 میلیون، دارم مثال میزنم، برای اون 100 میلیون هم وام از بانک میگیرن، به 120 میلیون 20 میلیونش هم از اول برمیدارن، بعد اون 100 میلیون 100 هم نمیدن، هیچ کی هم جرأت نداره بهشون بره بگه آقا پول چرا پس نمیدین، همشون هم اکثریتشون هم آقا هستن. من میگم آقا، آقای مجازی نمیگم، چون اکثر این کسانی که در جمهوری اسلامی سر کار هستن آقا هستن، انگار نه انگار که 60 چند درصد تاثیرکرده های مملکت، برجسته ترین تاثیرکرده های مملکت زنان هستن و اونها هستن که شاید بتونن زمام امور مملکت رو در دست بگیرن. واقعا مسئله فساد مسئله بسیار بسیار مهمیه، ولی دوباره اگر سر یک رژیمی فاسد نباشه، اگر مردم نبینن که همه در اون بالا دارن میچاپن و سیاست چپو دارن، و اگر اقتصاد معقولی باشه که به مردم حقوقی بده که بتونن باهاش زندگی بکنن. شما نمیتونید به استاد دانشگاه یا یه معلم بازنشسته یا به معلمی که داره سر کاره یا به یه کارگر 700 هزار تومان حقوق بدید و 2 میلیون تومان حداقل لازم داشته باشه که در تهران زندگی کنه. خب این یه کاری، یه راهی پیدا میکنه دیگه. وقتی راه دیگه براش نذارید، فساد همگیر میشه. سیاست معقول اگه به جای اینکه ارز اسد رو در سوریه حفظ بکنید که سقوط نکنه، ارز ایران رو حفظ میکردید و سقوط نمیکرد، اگر در اینجا کارآفرینی میکردید به جای اینکه در چین و در فرانسه کارآفرینی بکنید، خب اون وقت مردم میتونستن کار مناسب پیدا بکنن، و اگر دولتی نظامی به مردم حقوق کافی بده، اون وقت میتونه بره سراغشون، اگر فاسد هستن دادگاهیشون بکنه. ولی وقتی رئیس دادگاه میگیره، رئیس دادگاه میگیره، وکیل گاوبندی میکنه نصف اوقات با طرفین دعوانی، داستانهاییست که خود جمهوری اسلامی میگه، فرمانده جمهوری اسلامی من خوندم که گفته رفتم دنبال وکیل، گفتم یه وکیل خوب برای این دعوای ما انتخاب بکنین، اون دوستی که باش مشورت کردم گفت که وکیل دو جور میشه خرید استخدام کرد، یا خود وکیل بهش پول بدی یا از پیش پول رئیس دادگاه هم به وکیل بدی. یعنی رای خریدنیه، رای ها خریدنیه، مردم اینا رو میدونن. وقت رئیس قوه قضایی هم میاد میگه که ایران صالح ترین و سالم ترین قوه قضایی جهان رو داره و هر کی خلافش بگه فتنه گره. ماشاءالله رو که نیست. آقای دکتر، شفافیت سازمان شفافیت بین المللی در آلمان بار دیگر درباره میزان فساد در ایران آماری منتشر کرده برای سال 2015. در این گزارش گفته است که امتیاز منفی ایران نسبت به سال گذشته، یعنی سال 2014، فرقی نکرده است. فهرست سال 2015 این سازمان وضعیت فساد را در نهادهای دولتی و خدماتی، سیستم قضایی و احزاب سیاسی در 168 کشور دنیا بررسی کرده و بر مبنای گزارش‌های نهادهای بین‌المللی امتیازی از 0 تا 100 به هر کشور داده است. ایران دارای 100 و... یعنی در رتبه 130 قرار داره. بله. به نسبت پارسال فکر کنم، من گزارشو خوندم، فکر کنم به نسبت پارسال 3-4 تا بعض بهتر شده. اون که چیزی نیست. بله، ولی هنوز در سطح قرقیزستان و نیجریه و افغانستان و یعنی بقیهشون اصلا کشورهایی هستند که در مقوله کشورهای در حال
سقوطن، یعنی فیلینگ استیت هستن. ولی دوباره میدونید میزان، چند سال پیش یک اقتصاددانی در برکلی همراه با یک اقتصاددانی در استنفورد با هم یک کتاب نوشتن و بهای اقتصادی فساد رو سعی کردن پیدا کنن با محاسبات اقتصادی. این اگه فکر میکنید خروج مغزها بهاش خیلی گرونه برای اقتصاد، باید اون مطالعه رو بخونید ببینید. در مورد ایران نتونست بودن برای اینکه آمار رو اطلاعات نداشتن. در مورد بعضی کشورها وقتی من اون کتاب رو میخوندم میفهمید که فساد فقط این نیست که رشوه اینجوری داده میشه، کارا درست انجام نمیشه، کارا به آدم های ناوارد داده میشه، رأی دادگاه ناحقه، ولی یه بهای اقتصادی عظیمی داره و یه روزی این بهای اقتصادی بهای انسانی هم خواهد داشت. یعنی وقتی که مردم میگن شهرداری یکی از فاسدترینه، مردم میدونن که شهر در شهرداری، در ساختن ساختمونها، قوانینی که برای حفظ این ساختمونها در صورت زلزله اتفاق افتاده رعایت نمیشه. پس الان این صدمش روشن نمیشه، ولی اون روز مبادایی که همه فکر میکنن خواهد آمد و یه زلزله گنده در تهران بیاد، اون ساختمان هایی که با رشوه ساخته شد و این قوانینی که خود رژیم تعیین کرده برای اینکه این ساختمان در مقابل زلزله مقاومت داشته باشه، اون وقت اگر 1,000,000 کشته بشن، اونچنان که بعضی از متخصصین تخمین میزنن، اون وقت بهای انسانی این فساد هم روشن میشه. یعنی یه بهای اقتصادی داره، یه بهای اجتماعی داره، یه بهای انسانی که هم به لحاظ از همه مهمتر، از همه مهمتره واقعا. آقای دکتر میلانی، این آقای خامنه‌ای واقعا شرم نمیکنه؟ اینا رو حتما میخونه دیگه، یا به هر حال یکی از همین مطالب رو مثل همین نظرسنجی مؤسسه آیپز رو میخونه حتما. ایشون چندی پیش گفت که وضعیت علمی ما، پیشرفت علمی ما 11% متوسط کوشش های علمی کشورهای بزرگه. 11 برابر. میدونید من فکر میکنم گرفتاری که ایشون دارن حتما این است که، چون منم شنیدم که خیلی از این سایت ها رو میخونن، روزی یکی دو ساعت در پای دستگاه تلویزیون ظاهرن میشینن و این سایت ها رو میخونن، ولی من فکر میکنم در کنار اون این حرفایی که میشنون و میخونن، مقدار اطلاعات کاذبی که این طرفدارانشون و دوروبریاشون و اونایی که دستشون در این بیت المال و میخوان دروغ بگن، اونها رو هم میخونن. یعنی به نظر من اونها بیشتر بهشون خبر میدن و تصور اینا اینه که به قول خود اینا سیابازی، اینا فهم میکنن که یا اپوزیسیون یا غربی ها یا آمریکایی ها یا آقای مهری اینا رو گنده میکنن برای اینکه وضع رو بدتر نشون بدن، در حالی که وضع خیلی خوبه. مردم که میدونن اینا رو، اگر مردم به حرف شما باور داشتن، چرا به برنامه های خارج به قول خودتون 70-80% مردم اخبارشون رو از شما نمیگیرن، برنامه های تفریحیشون رو از شما نمیگیرن، برنامه های تفریحیشون رو از تلویزیون در ترکیه میگیرن؟ یعنی برنامه های سریال دست سه ترکیه از برنامه هایی که شما میلیون ها دلار خرجش میکنید، از این برنامه کذایی که در مورد شاه درست کردید باعث آبروریزی خودتون شده بعد از این همه سالهای تبلیغ، چرا یاد نمیگیرید؟ مثلا حالا این که میگید، همین دیروز تو یکی از این در سایت خود آقای خامنه ای یه سری مطالب در مورد هویزر و آمدن رابطه آمریکایی ها با گذار انقلاب نوشته شده بود، درش بخشش هم خود صحبت های آقای خامنه ایه. خب شما که میدونید الان اسناد در اومده که چقدر طرفداران آیت الله خمینی در تهران و در پاریس با آمریکایی ها مذاکره کردند، چه نقش اساسی آمریکایی ها داشتن در خونسا کردن ارتش و در
دستور به ارتش که اگر کودتا بکنید ما ازشون دفاع نمیکنیم. بعد میان در اون سایت، اون انگار نه انگار همه این اسناد هست، انگار نه انگار کتابهایی در این زمینه نوشته شده، انگار نه انگار مردم ده ها هزار نسخه از این کتاب ها رو گرفتن و خوندن، بازم میگن که آره هویزر اومد به آقای قره‌باغی دستور داد تیر به خود مردم بزن و این آمریکایی های خبیث به خاطر همین قابل اعتماد نیستن. اگه آمریکایی نبودن که چه بسا ارتش در فکر این بود که کودتا بکنه، آمریکایی بودن که به ارتش گفتن که شما بایستی بشینید با طرفداران آقای خمینی در ایران مذاکره بکنید و سفارت بود اسنادش در اومده، سفارت آمریکا بود در تهران که این گزار رو میسر کرد. خدا آیت الله خمینی بود که در پاریس با اینها مذاکره کرد، مع الواسطه آقای یزدی در نامه به آقای کارتر گفت که ما این کارا رو میکنیم، این کارا رو نمیکنیم، شما چرا ارتش رو خونسا نمیکنید؟ این عین عبارت آیت الله خمینی است در نامه کارتر که من پیدا کردم، در کتاب شام نقل کردم، مردمم خوندن. همین آقای قره‌باغی که عکسشون رو گذاشتید در جلسه با آمریکایی ها با نمایندگان آیت الله خمینی، اینا شرکت کردن، این اسناد در اومده. بعضی از طرفداران خود شما این حرفا رو زدن، بعضی از کارگزاران دولت این حرفا رو زدن، ولی انگار نه انگار تو برنامه تو سایت رسمی خود خامنه‌ای این پرونده به اسم پهلوی ها هست که من داشتم نگاه میکردم واقعا تعجب کردم، نه از لحنش بلکه از اینکه به رغم تمام این اطلاعاتی که هست هنوز یه سری حرفا رو میزنن انگار نه انگار. آقای دکتر میلانی، یه 4 دقیقه وقت داریم. دادگاه انقلاب گرگان در چند روز گذشته 24 شهروند بهایی را بنابر اتهاماتی نظیر عضویت در تشکیلات غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام در مجموع به 193 سال زندان محکوم کرده است. واقعا یعنی مرتب برای بهائیات دارن محکومیت های زندان، به محکومیت های زندان بهشون میدن که واقعا شرم‌آور. دستور دادن که از صدور انحصار وراثت برای کسانی که در سجلشون یا در فرمشون می نویسند بهایی خودداری بکنن، یعنی دارن از رفتنشون به مدرسه دارن جلوگیری میکنن، دانشگاه نمیتونن برن، وقتی که به رغم تمام فشارهای غیرقانونی که برایشون آمده دارن سعی میکنن یه دانشگاهایی برای خودشون را بندازن، خودشون حداقل سواد آموزی بکنن، خودشون رو بتونن لیسانس بدن، در حالی که قانونا به قول آقای منتظری شرعن چون مالیات دادن باید بتونن از این امکانات استفاده بکنن، ولی امکانات شما بهشون محدود کردید، سرصداشون هم در نمیان، اعتراض سیاسی هم نمیکنن، میگن خب به ما اجازه بدید ما خودمون دانشگاه خودمون را بندازیم، دانشگاه درجه که دنیا را متقاعد کردن که لیسانسی که اینا در خلوت خونه میگیرن از خیلی از دانشگاه‌هایی که اینا رسما را میندازن معتبرتره، ولی میان اینا رو بگیرن زندان میکنن، میان میگیرن چندین سال زندان بعضی از کسانی که در این کلاس‌ها درس خوندن یا درس دادن محروم میکنن، یعنی محکوم کردن. واقعا برای من شگفت انگیزه که تو این شرایط اون وقت آقای روحانی در پاریس میگن که ما از هر کشور دیگه حقوق بشر رو رعایت میکنیم، ایران تام بهشت حقوق بشره، چطور میشه در مملکتی گفت حقوق بشر رعایت میشه که مردم حق آزادی مذهب ندارن در خلوت خونهشون؟ دیگه ابتدایی ترین حقه که شما در خلوت خونت بتونی با خدایی که خودت انتخاب کردی یا یه عالمی که خودت انتخاب کردی راز و نیاز بکنی، یا این 110 سال بگیرید 124 نفر رو یه دی رو کشتن در این سالها، یه دی در سالهای گذشته چه تعدادی از اینها رو در اون اوائل وادار کردن که بیان اون نامه های کذایی رو با عکس خودشون در روزنامه بنویسن که برگشتن به دامن اسلام از فرقه زاله برگشتن. اینها بهای عظیمی است که مردم ایران به خصوص جامعه ای که به دیانت بهاییت پیوستند و یا در اون دنیا آمدن
اینا بر جامعه تحمیل کردن و من شخصا واقعا به عنوان یک ایرانی هر وقت که میشنوم و میخونم در مورد بلایی که اینها بر سر بهایی آوردن خجالت میکشم و البته بلایی که بر سر هموطنان میدونید اهل تسنن در آوردن، دراویش در آوردن، بله. یعنی هر کسی از خودشون نیست، اینها هزار یک بلا بر سرش آوردن و سر شیعیان بله گفتم از خودشون نیست دیگه، چون اکثریت شیعیان هم از اینها نیستن. خیلی ممنونم آقای دکتر، از شما متشکرم. موفق باشین تا هفته آینده، شاد و سالم سلامت، شب و روزتون خوش. و از همینانی که توجه فرمودن به این برنامه بسیار ممنونم، همچنین از آقای بهروز مشکینیار کارگردان این برنامه. شب و روزتون خوش.